دیگران را حقیر نشمارید. رومیان فصل 14 آیه 10. یک شاخه گل روز با اینکه یک شاخه گل است، ولی با نگاه و احساس و سلیقه ما تفسیر و معنی و کاربرد متعدد و متفاوتی پیدا می کند که ما بی خبریم. زنبور عسل آن را فقط شهد و شیرینی تفسیر می کند. عطر فروش آن را فقط اسانس عطر گرانبها تفسیر می کند. باغبان آن را فقط ثمره تلاش و زندگیش تفسیر می کند. عاشق آن را فقط نشانه ابراز عشق تفسیر می کند. سوگوار در مراسم ترحیم آن را فقط وسیله همدردی تفسیر می کند. مهمان مراسم تولد آن را فقط تبریک گفتن تفسیر می کند. گل فروش آن را فقط کالایی برای فروش تفسیر می کند. گل آرام را فقط استعداد و هنر و سلیقه تفسیر می کند. شما آزادید همه انسان ها را هر طور که می خواهید تفسیر کنید. ولی یقین بدانید آنچه که در مورد دیگران تفسیر و برداشت می کنید همه حقیقت آنها نیست، بلکه فقط نوع نگاه و سلیقه شخصی شماست نسبت به آنهاست که چنین برداشتی بر اساس نگاه و ذهنیت خودتان دارید. پس منصف باشیم و نگاهمان را نسبت به دیگران وسیع‌تر، زیباتر و جامع‌تر سازیم. زیرا شخصیت و هویت واقعی هیچ کس در نوع و اندازه و شکلی که ما می نگریم خلاصه نمی شود. فقط در نگاه خداست که آدم ها خیلی بزرگتر و متفاوتتر از درک و حس و حدس و گمان ما هستند. لطفاً از زاویه نگاه خدا به دیگران بنگرید.